با فراخبر با من یماس شاوش خوش آمدید در این برنامه. رهاسازی طالبان از زندان در خونین ترین سال برای غیر نظامیان. آمریکا 4 زندانی طالبان را با درخواست رئیس جمهور غنی از زندان گوانتانامو آزاد و به حکومت افغانستان سپرد. ولادیمیر پوتین درگیر یک عشق سوزان شده است. سلام و وقت شما بخیر. آمریکا 4 زندانی طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد و به حکومت افغانستان سپرد. در پی درخواست رئیس جمهور غنی 4 زندانی طالبان به افغانستان منتقل شدند و قرار است به زودی با خانواده هایشان یک جا شوند. سفارت آمریکا در اعلامیه گفته که آزادی این افراد در پیشبرد برنامه صلح به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد و انتقال این افراد به افغانستان نشان دهنده حمایت واشنگتن از روند صلح در افغانستان است. در حالی 4 زندانی طالبان رها می شوند که بر اساس گزارش سازمان ملل تلفات غیر نظامیان به بالاترین میزان در افغانستان رسیده و طالبان مسئول بیشتر این تلفات گفته شدند. رهاسازی زندانیان طالبان در سالهای گذشته یکی از مواردی گفته شده که بیشتر به داغ‌تر شدن نبرد کمک کرده تا روند گفتگو با این گروه. در ماه جون سال جاری به دنبال رهایی 5 فرمانده طالبان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز اسیر آمریکایی، ملا عمر رهبر طالبان این معاوضه را پیروزی بزرگ خواند. اما در خونین ترین سال برای غیر نظامیان رهایی طالبان از زندان گوانتانامو چه پیامدی خواهد داشت؟ شکریه بارگزای عضو مجلس نمایندگان و فهیم دشتی روزنامه‌نگار برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. خانم بارگزای، خود شما در یکی از حملات طالبان هدف قرار گرفتین. حالا مشخص نشد که طالبان بر عهده بگیرند، اما این نوع حملات بیشتر متعلق به طالبان بوده. از دید شما این رهایی این 4 فرد از گوانتانامو آیا تضمینی داره که اینها دوباره به میدان نبرد برنگردند؟ تشکر. اول اجازه بتین از مردم خود تشکری کنم، از دعایی که به حقم کردن، پیام هایی که برام ارسال کردن، و در عین حال میخوایم بر اونایی که مرگ بر انسان میخواین خودشان تعیین کنن. اونا باید بفهمند که قدرت بالاتر از اونا هست که خداوند است و او تعیین کننده است. افسوس من این است که دشمنا نظر نشناختن نمرده و کور هستند. در عین حال میخوایم به فامیل زبیر حاتمی و دیگه دوستایی که در ای اواخر زندگی خود از دست دادن به خانواده رسانه های افغانستان تسلیت بگویم، به فامیل خودشان و به مردم افغانستان. با باور ما با توجه به تجربه که از گذشته داشتیم، رهایی این زندانیان اصلا نتانست یا به صلح افغانستان کمک کنه و یا هم به پروسه صلح کمک کنه. مخصوصا شما اگه ببینین بعد از اینکه دفتر در قطر ایجاد میشه، پروسه صلح مغلقتر و پیچیده تر میشه، به این معنی که خشونت زیاد میشه، حملات زیاد میشه، حملات گروهی زیاد میشه، جنگ جبهه‌ای شروع میشه و در نهایتش دوباره گروه طالبان تقویت میشه. من نمی فهمم در گوانتانامو 130 زندانی دیگه هم است تا فعلا. باید عدالت تطبیق شود. شاید بعض از اینا طالب نباشند، بیگناه باشند، شاید بعضش جنایتکار باشه، شاید بعضش واقعا جنایتکاران باشند. اما تجربه نشان داده که ای اکسچینج به ته و بگیر چیزی را تغییر نداد. ما امیدوار هستم که رئیس جمهور غنی با پالیسی جدید و دید جدید با پروسه صلح افغانستان ببینه تا مردم افغانستان بخواین و بتانن در صلح زندگی کنن. آقای دشتی، آیا سیاست رهاسازی طالبان ادامه همون سیاست است که آقای کرزی پیگیری میکرد؟ حال رئیس جمهور غنی هم 4 زندانی طالبان را از گوانتانامو آزاد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، هم سلام عرض میکنم. سلام شما. همراه قبل که خانم بارگزه اشاره کردن، ما امروز یک جوان بسیار با استعداد، خبرنگار بسیار فعال را به خاک سپردیم که قربانی حملات گروه تروریستی بود و در پاسخ به پرسش شما، ما فکر میکنم که رئیس جمهور غنی بر سال در ذهنش
شاید یک برنامه دار. چونی برنامه فاش نشده و توضیح داده نشده و مردم افغانستان نمیدانند و حتی نهادهایی که باید بدانند هم نمیدانند. حکومت افغانستان ما شک دارم که بدانه هنوز در این مورد. مجلس شورای ملی افغانستان که بدون شک نمیدانه که برنامه چیست. ولی ظاهراً به نظر میرسه که یک برنامه وجود داره. گفتگوهای را که رئیس جمهور غنی داشته با کشورهای همسایه و منطقه و رهایی دو تن از زندانیان طالبان چند روز پیشتر از زندان بگرام، اگرچه گفته شد که حکومت افغانستان خبر نداشت چنین نبود، و حالا هم درخواست رهایی 8 زندانی دیگه که 4ش رها شده، 4 دیگه‌ش هم باید حال قوی مگمان اغلب رها خواهند شد. این نشان میده که اینا بخشی از یک برنامه هستند بالاخره. ولی اینمی برنامه آیا دقیق سنجیده شده یا نشده؟ اینمی برنامه یک برنامه کارآمد خواهد بود یا نخواهد بود؟ یا ما درگیر یک دور تسلسل باطل مثل دوران رئیس جمهور کرزی خواهیم شد یا نخواهیم شد؟ اینا پرسش‌هایی هستند که حکومت افغانستان و در رأسش رئیس جمهور باید با وضاحتی را با مردم افغانستان پاسخ را بکنه. در غیر از او اگر قرار باشه که برنامه صلح مثل دوران ریاست جمهوری جناب کرزی پنهانی و در پشت پرده و پیش برده شود، خب ما دیدیم که نتیجه نداره. ما دیدیم که نتیجهش برعکس است. ما دیدیم، شما از شایعات حتما خبر دارین، که همو کودک را که رئیس جمهور کرزی رها کرده ظاهرا کسی بوده که آمده عملی انتحاری را برای استقلال انجام داده و امروز ما یکی از قربانیاش به خاک سپردیم. یا بارها گفته شده از سوی نهادهای امنیتی گفته شده که ما تروریست ها را دستگیر میکنیم، حکومت رها میکنه. یا بارها عنوان شده که تروریستانی که از زندان رها شدن رفتن دوباره به جبهات جنگ و فرماندهی جبهات جنگ در مناطق مختلف و دست گرفته. اگر چنین نیست، اگر برنامه رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی در مجموع یک چیز دیگه است، یک چیز تازه است، باید مردم بدانند. یک نقطه را برتان اشاره میکنم. از یک هفته به این سو در پاکستان مسئله برخورد با گروه های تروریستی بسیار داغ شده بعد از حادثه‌ای که در یک مکتب رخ داد در پشاور. شما وقتی در رسانه های پاکستان دنبال میکنید، هم صدر اعظم هم رئیس جمهور، حتی رئیس جمهور پاکستان بسیار کم موضع میگیره، قدرت اجرایی هم نداره، ولی از رئیس جمهور گرفته تا مثلا نخست وزیر، تا مثلا رهبران احزاب مخالف و موافق، تا مثلا جامعه مدنی، تا مثلا ارتش پاکستان میآیند و درباره برنامه خود و در مورد طرحی که دارند در برابر طالبان میآیند، بسیار واضح و روشن سخن میگن. میگن که ما اینی برنامه ها را داریم، یک مقدار یک تعداد طالبان را به طرف خود کش میکنیم، داخل نظام میسازیم، یک تعداد دیگه که قابل مصالحه نیستن اونا را میزنیم و تا آخر میزنیم و نمیمانیمشان. و به این ترتیب یک اجماع عمومی در پاکستان به وجود آمده. ولی چرا چون این چیزی در افغانستان سوال همیست که وقت شما با مردمتان صریح نیستید، وقت شما با مردمتان خواسته باشیم بگویم صادق نیستید، و وقت شما فکر میکنین که عقل عالم هستین و همه چیز را خودتان میتونین به دست خود بگردانین و نیاز به مشوره و نظر کس دیگه ندارین، نتیجهش اینی میشه که ما داریم. ولی اگر شما میایین مشوره میکنین، اطراف مختلف با هم شریک میسازین صحبت هایتانه و هم روم شورا و اینها را قبول میکنین و تطبیق میکنین، نتیجهش آن چی میشه که در پاکستان امروز اتفاق میفته و اجماع با وجود میاد. بله، اینجا شورای هم ساختن زیر همون عنوان و آیه قرآن مجید اما کار نداد. نه، خب شورا به گفته خانم بارگزی شورا خبر ندار. نه، مشکلی است که شما در جزئیات موضوع بازی وقت داخل میشین یک مسئله دیگه است. ولی شما همی کلیات برنامه تان باید مطرح بکنین و خوب و خرابش پایین و بالایش مشخص بسازین، حمایت مردم را برش جلب بکنین، بعد گام بگذارین. بعدی که وسیله که استفاده میکنین شورای عالی صلح هست یا یک چیز دیگه است، یا مثلا دیپلماسی منطقه‌ای یا دیپلماسی جهانی، هر چی که است، یک طرف دیگه مسئله است. ولی مهم نیست که ما بدانیم با طالبان چگونه برخورد میشه و این برخورد را کی در کجا و چه وقت انجام میده. بدبختانه
خانم بارکزی، آیا برنامه متفاوتی در کار است؟ آقای غنی برنامه متفاوت‌تر از آنچه که آقای کرزی میکرد در گفتگو با طالبان داره؟ یا نه اینکه حرف آقای دشتی که عقل کل در حکومت خود را میپندارن و افغانستان به یک برنامه متفاوت برای متفاوت صلح ضرورت داره. با توجه به تجربه‌ای که از 13 سال گذشته ما گرفتیم، اول ضرورت بسیار عمده و اساسی به می است که مردم افغانستان به پروسه صلح همکار باشند، یعنی در قریه، در ولسوالی خود مردم کوشش کنند افراد مضر در خانه خود جای نتن و مانع شوند و همکار باشند با نیروهای امنیتی. دوم، دولت افغانستان باید بسیار واضح پالیسی داشته باشه. او یکی می آید گپ می زنه و از خشونت دست بر می داره، او را قبول کنه، اما اویی که هر روز میای ما را میکشه، با او باید از یک موضع قدرت بره داخل مذاکره شوه. اگر ما گدای صلح افغانستان و پاکستان هم باشیم اشتباه کردیم، گرچه که پاکستان میگن نقش داره، اما این یک اشتباه بزرگ است. اگر ما بخوایم که صلح توسط امریکا و چین و پاکستان و افغانستان یک جای بیاریم، این یک اشتباه است. ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار واضح و مشخص، البته با تکتیک ها و تکنیک های مختلف در نظر گرفته شود. در عین حال فاصله که بین مردم و دولت ایجاد شده، اولین کار باید اعتماد سازی باشه. ولی تو هنوز که مردم ندیدن که آیا حکومت جدید چنین چیزی داره، برنامه تازه روی دستش است یا نه؟ اعتماد نه تنها ای که برنامه اعلان شوه، این برنامه اعلان شوه مردم باور نداشته باشه فایدهش چیست. اول باید حکومت جدید اعتماد مردم به خود جلب کنه، امی فاصله را از بین ببره و بگویه که ما و شما یکی هستیم. و در عین حال بسیار ضرور است برنامه های اساسی که به خاطر تأمین امنیت، برای انکشاف اقتصادی و برای رفاه اجتماعی هست، ای باید با مردم افغانستان شریک ساخته شود. امروز ما نمیفهمیم چرا رئیس جمهور غنی تقاضا میکنه که 4 زندانی طالب رها شود و تضمینم میکنه که اینا آدمای هستند که دیگه او کارهای بد نمیکنه. در حقیقت نفس تضمین کردن ای خودش یک مشکل است، به دلیل اینکه بارها کسایی که از زندان بگرام رها شدند، اونا قسم خوردن که دیگه آدم های بد نمی باشن، اما ما دیدیم که دوباره رفتن و گفتن که اگر من قبلا با یک دست با یک کلاشینکوف و یک تفنگچه بودم، این دفعه با دو دست جنگ می کنم. یعنی امو عقده و روانشان که آسیب دیده، جنگ بیشتر شدت می بخشه. حالا با توجه به گزارش سازمان ملل که تلفات غیر نظامیان امسال به بالاترین میزانش در افغانستان رسیده، یک نوع دهنکجی میتونه برای خون قربانیانی که هر روز در جاده های سراسر افغانستان قربانی میشن باشه؟ همه ما قربانی هستیم، از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی. خب این میتونه دهنکجی باشه به همه این قربانیان؟ اجازه بتین، امروز یک اجماعی در بین مردم حداقل در شهر کابل با وجود آمده که کلگی یکی به دیگه سمپاتی نشان میده و فکر میکنه که آیا ما خواد دیدیم یا نه؟ کس که به طرف پانتون میره، کس که به طرف کار میره، کس که به طرف دکان دیگه میره. ما بسیار باور ندارم که ما بتانیم با دهنکجی یا مشکل حل کنیم. ما باید راست و صادق باشیم، از موضع قدرت وارد مذاکره شویم و هرگاه قرار به این باشه که در قدرت سیاسی اونها شامل ساخته شوند، باز هم باید با مردم افغانستان به اشتراک گذاشته شود، به دلیل که هر چیزی که هست انتخابی است و نظر مردم گرفته شود. و یک موردی که بسیار اساسی را میخوایم بگویم که دولت افغانستان باید او مردمی که در زیر اسارت طالبان زندگی میکنه با اونا هم رسیدگی کنه. یعنی در شما ببینین سال 2014 ما مشکلات اقتصادی داشتیم و داریم، مشکلات امنیتی داشتیم و داریم، مشکلات سیاسی داشتیم و داریم، و یک کشوری که با این سه مشکل اساسی روبرو و مواجه باشه، با آسانی نمیتونه که
یا به این مشکلات نقطه پایان بنه و یا هم راه حل پیدا کنه. اما با اعتماد سازی و با برنامه بسیار شفاف و منظم از موضوع قدرت میتونه که پاک کاری کنه. یک چیزی که بسیار خطرناک شده در این وقتها و حملات نشان میده که گروه های هم شاید در داخل باشن، مخصوصا در دولت باشن، فوق العاده هم کاری میکنن رئیس اونا، مواد جدید اینا وارد میکنن. بحث ستون پنجم که همیشه یاد میشه حتی در شورای ملی ستون پنجم باید وقت خداحافظی وزیر گفته نشه. این ستون پنجم باید وقتی که اینا در قدرت هستن بگیرن و معرفی کنن. این ستون پنجم ما به یادم است از وقتی که آقای جلالی وزیر داخله بود گفت که لست مافیای مواد مخدر است، رئیس جمهور کرزی گفت کسایی هستند در استخبارات و و و و و آخرین کس شم آقای داودزی بود. اما کلگی میگن حتی جرات از این ندارن که بگن که کی است و اون نفر میشناسن، امرشان کار میکنه، امرشان یک جای است. اما اگر ما از یک موضع ضعیف با یک مشکل ملی که بحث صلح و امنیت است در افغانستان به پردازه، ما هیچگاه موفق نخواهد بودیم. و برای رئیس جمهور غنی ضرور نیست که به جای پای پالیسی های آقای کرزی پا بگذاره. با برنامه جدید از موضوع قدرت با دید واضح و با روشن ساختن موضوع باید بحث صلح پیش ببره. آقای دشتی، واقعا این بحث ستون پنجم تا زمانی که در درون نظام روشن نشه کار به جای خواهد رسید و چه زمانی حکومت خواهد توانست از موضوع قدرت در برابر طالبانی که از زور سرنیزه استفاده میکنن حرف بزنن؟ ستون پنجم در درون نظام یک جزء از یک کل کلان است. بدون شک نیاز است که رسیدگی شود و نیاز است که این ستون از بین برده شود. ولی باز میخوایم تاکید بکنیم که این تنها در صورتی میتونه نتیجه بده که ما یک برنامه مشخص مدون را داشته باشیم. ولی خانم بارکزای میگن که ابتدا اعتماد سازی مقدم است بر اینکه شما برنامه ریزی بکنید. شما وقتی برنامه تان را مطرح میکنین با مردم و مردم حتی به صورت نسبی به این قناعت میرسن که این برنامه شما ممکن است یک برنامه کارآمد باشه و یک برنامه باشه که بالاخره به یک نتیجه بی انجامه، در اون صورت میتونین حمایت مردم را جلب بکنین. در صورتی که مردم نمیدانن شما چی میکنین و شما شاید غیر از خودتان هیچ کس دیگه هم نمیدانه که چی میکنین، حمایت مردم را چرا کم جلب میکنین؟ مردم از یک موضع حمایت میکنن، از یک برنامه حمایت میکنن، از یک طرح حمایت میکنن. وقتی مردم از یک شخص حمایت میکنن، حالا مسئله انتخابات میشه و مسئله مثلا انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی و شورای ولایتی و شاید هم ریاست جمهوری. ولی وقتی مردم میان در مورد سرنوشت یک مملکت من حیث المجموع میخواین حمایت بکنن یا حمایت نکنن، نیاز دارن که بدانن که این سرنوشتشان به کجا میره و طرح و برنامه که ریخته شده چیست و ایره کی عملی میکنه و کدام بخشا را در نظر گرفته، اولویت به کدامش داده، چه رقمی را دنبال میکنه و نتیجه را که حداقل متصور است از این طرح ای چی است. حال شاید به اون نتیجه مطلوب نرسه، یک طرح بسیار خوب داشته باشیم، 100% یک طرح خوب باشه، ولی در آخر روز نظر به شرایط درون افغانستان، اوضاع منطقه، اوضاع جهان به نتیجه مطلوب شاید نرسه. ولی حداقل یک انتظار وجود می داشته باشه که ما با این طرح می خواهیم به اینجا برسیم یا به این قسمت بریم و هدف ما از عملی کردن این طرح 1, 2, 3, 4, 5 است که کدام چه میتونیم بدست بیاریم، کدام چه نمیتونیم بدست بیاریم. تا زمانی که اینمی روشن نیست، ما میخواهیم که از برنامه صلح که دولت افغانستان برای ایجاد امنیت در افغانستان داشته باشه حمایت بکنم با عنوان یک شهروند. نفس مسئله همیست، شما از هر افغانی بپرسین میگن ما حمایت میکنیم از یک برنامه که امنیت را در افغانستان تامین بکنه، عدالت را تامین بکنه و رفاه و نمیدانم باز پیشرفت و اینا که بعدیش میاد. ولی اون برنامه کدام است؟ حالا من از کدام برنامه حمایت بکنم؟ من با کدام اساس و بنیاد برم حمایت از این حکومت را بکنم و امی اعتماد بکنم سر از این حکومت؟
نیاز عمی است که مثل از این که ما در هر بخش دیگه در حکومت داری ضرورت به طرح و برنامه داریم و باز به اجرایی کردن از این طرح و برنامه ها داریم، در بخش گفتگوهای صلح شاید یک قدم بالاتر ضرورت داریم، چون یک مشکل بسیار کلان است بر ما، چیزی که تا هنوز ندیدیم. آرزو داریم ببینیم، حالا شاید امیدوارم بسیار نباشیم، ولی آرزو داریم ببینیم. پس تا چه زمان مردم قربانی چنین سیاست های پشت پرده خواهند شد؟ تا زمانی که دولت مردان ما در افغانستان، حالی شاید بسیار شعارگونه شود ولی خب حقیقت شما میز، تا زمانی که دولت مردان ما در افغانستان بجز از خودشان و منافع خودشان و اطرافیانشان یک چیزای دیگر هم چشمشان بتانه ببینه، وضعیت مردم را هم بتانه ببینه، این قربانیایی را که مردم هر روز میتانه میرن بتانه ببینه، تا اون زمان و تا زمانی که یک کسی که در رأس قدرت قرار میگیره، گروهایی که در رأس قدرت قرار میگیره، اینا واضح و صادقانه نبین با مردمشان سخن نگوین و از مردمشان جلب حمایت نکنن. ایره فکر میکنم هر کس میدونه که در سیاست چیزای وجود داره که نمیشه با مردم شریک ساخت. در امریکا ما میره قم است، در اروپا ما میره قم است، در هندوستان ما میره قم است، در هر جای دنیا میره قم است. و مردم ما منتظر ندارن که اینا بیان تمام جزئیات سر اسرار را که در نظام خود دارن در روی میز پرتن بگوین مردم شما با خبر شوینی. در یک جایی که ما نیاز داریم که حمایت بکنیم که حکومت ما به موفقیت برسه در برنامه یا در طرح، ما نیاز داریم که بدانیم چی میشه. در غیر از او خب من بیچاره در خانیم ششتیم، چرا باید حمایت بکنم؟ من سوال ما از شما پرسان میکنم که ما از یک چیزی را که نمیدونم چرا باید حمایت بکنم؟ خانم بارگزا، این سوال پاسخش نزد شما چی است؟ کوتا که برنامه وجود نداره، به این دلیل مردم هم راهشان را گم کردن. برنامه وجود داره، راه غلط است. برنامه نیست و همین سبب شده که مردم اعتماد هم نکنه. برنامه سلحی نمی بوده از اولش تا آخرش. رهایی زندانیا شامل از این برنامه بوده. پروسه سلح بیشتر یک پروژه اقتصادی بوده. اینا را جلب کنین و کار برشان بتین و معاش برشان بتین. برخلافی مردم تشویق کرد، حتی در جایی که مردم تفنگدار نبود طالب نشد، بخاطر از اینکه یک چند ماه معاش مفت بگیره و باز داینده کار برش پیدا شود، اونا پیوستن به این گروه ها و جز از این گروه ها خوانده شدن. اما ما به عنوان یک قربانی خشونت طالبا، یا هر چون طالبان مسئولیت نگرفته، ای بر ما آلبسا یک معمای کلان شده، میخوایم بگم که مردم افغانستان مردم چند سال پیش نیستن. ما صدا داریم، فکر داریم، برنامه که برخلاف منافع افغانستان باشه، برخلاف آزادی و به اصطلاح ارزش های که نهادی نشده امروز در افغانستان باشه، قابل قبول نیست. ولو که دولت بخواه ایره به عنوان یک پروژه سیاسی پیش ببره، بحث صلح همیشه پروژه سیاسی بوده نمیتونه. و یک چیزم فراموش نکنین که طالبا یک گروه واحد نیستن، گروه های کوچک هستن که امروز یک رهبری واحد هم ندارن. ممنون از شما. شکر یبارکزی، عضو مجلس نمایندگان، و فهیم دشتی، روزنامه‌نگار. ممنون از هر دویتان. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتون. رئیس جمهور روسیه با تازگی درگیر یک عشق سوزان شده است. با گزارش روزنامه القدس العربی، رئیس جمهور روسیه در روزهای اخیر بمب قوی را منفجر کرد که ترکش های آن به رسانه های رسمی روسیه نرسید و از پرداختن به آن خودداری کردند. پوتین اعتراف کرده که تازگی ها به شدت درگیر یک عشق سوزان شده است. بنابر این گزارش، پوتین در نشست خبری سالانه خود گفت: من در حال حاضر به شدت خاطرخواه دختری شدم که دقیقا همان حرارت عشق مرا از خود بروز می دهد. من این روزها درگیر یک عشق سوزان هستم. به نوشته القدس العربی، پوتین برای پیشگیری از انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی نام دختر مورد علاقه‌اش را فاش نکرد. سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی شایع شده بود که رئیس جمهور روسیه با ایلینا کاباوا، قهرمان ژیمناستیک، روابط عاشقانه برقرار کرده است. ولی پوتین انتشار این شایعات را وسیله برای رفع خستگی فعالان فضای مجازی توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه با وجود داشتن دو دختر از همسر پیشین خود جدا شده است.